در این آموزش قصد داریم از تابع لیمپروگ استفاده کنیم و با استفاده از اون یک تابع هدف که دارای شکل خطی هست و همچنین قیدهای نامساوی داره رو حل کنیم. فرض میکنیم که تابع هدف ما به صورت منفی x1 منهای x2 تقسیم بر 3 باشه. وقتی که ما میگیم تابع هدفمون به این شکل باشه، برای این منظور میایم ضرایب مربوط به این تابع هدف رو برمیداریم، یعنی ضرایبی که میتونه داشته باشه رو در متغیری به نام f قرار میدیم، به این صورت که ضرایبش منهای 1 هست و منفی 1/3. بنابراین ما ضرایب مربوط به تابع هدف رو برداشتیم و در f قرار دادیم. فرض میکنیم که تابع هدفمون دارای تعدادی قید باشه. برای مثال فرض میکنیم که x1 به علاوه x2 کوچکتر مساوی باشه با 2، همچنین x1 به اضافه x2 چهارم کوچکتر مساوی باشه با عدد 1، و همچنین x1 منهای x2 کوچکتر مساوی باشه از عدد 2. فرض میکنیم که همچنین x1 منهای، حالا به این صورت می‌نویسیم که منفی x1 تقسیم بر 4 منهای x2 کوچکتر مساوی باشه با عدد 1، همینقدر کفایت میکنه. فرض میکنیم که این 4 تا قید نامساوی رو در مسئلهمون داریم و میخوایم به تابع لیمپروگ واردشون کنیم و ازشون برای بهینه‌سازی خطی تابع F استفاده کنیم. برای این منظور ما یک ماتریس میسازیم با نام A که در داخل این ماتریس باید هر یک از این ضرایب قرار بگیرن. ضرایب اولین قید نامساوی 1 و 1 هستش. ما در یک براکت باز براکت بسته قرار میدیم و نقطه ویرگول رو برای سطر بعدی ایجاد میکنیم. ضریب دومین نامساوی 1 و 1/4 هست. ضریب نامساوی سوم هم 1 و منهای 1، و نامساوی آخر هم منهای 1 و منهای 1/4 و منهای 1 است. بنابراین ما اومدیم و یک ماتریس A ساختیم از ضرایب قیدهای نامساوی. حالا یک ماتریس هم میسازیم با نام B که به صورت البته بردار هست. طرف سمت راست نامساوی ها رو در داخلش قرار میدیم. طرف سمت راستش به صورت 2، 1، 2 و 1 هستش و ما نقطه ویرگول رو میذاریم و این چیزایی رو که به عنوان توضیحات نوشتیم حذف میکنیم. بنابراین ما الان یک بردار داریم به نام F که ضرایب تابع هدفمون هستش و یک ماتریس داریم با نام A که ضرایب مربوط به قیدهای نامساوی هست و یک بردار داریم با نام B که سمت راست مربوط به قیدهای نامساوی هست. حالا ما میایم از تابع لیمپروگ استفاده میکنیم و خروجی رو در X قرار میدیم. تایپ میکنیم لیمپروگ پرانتز باز، ببینیم که تابع لیمپروگ چه چیزی رو به عنوان ورودی ها دریافت میکنه. یک F دریافت میکنه که همون ضرایب مربوط به تابع هدف هست. یک A دریافت میکنه که مربوط به قیدهای نامساوی هستن و یک B دریافت میکنه که اطلاعات مربوط به سمت راست قیدهای نامساوی است. ما پرانتز رو میبندیم و نقطه ویرگول رو در انتها میذاریم و حالا میتونیم کدمون رو اجرا کنیم. با اجرا کردن دستورات ببینیم که چه مقداری تابع لیمپروگ برای متغیر x1 و x2 ما پیدا میکنه. تابع لیمپروگ خروجی ها رو ایجاد میکنه و در متغیری با نام x قرار میده و همونطوری که مشاهده میکنیم x ما به صورت دوتا مقدار هست، یکیش 66 صدم و یکیش 1.33. اینها مقادیری هستند که تابع هدف ما در اون نقاط
دارای کمترین مقدار خود هست و همچنین قیدهای نامساوی رو برآورده میکنه. در این آموزش با تابع لیمپروگ برای حالتی که تعداد قید نامساوی داریم آشنا شدیم.